سلام، این فکر کنم بار سوم یا چهارمیه که من دارم کل این پروسه رو دوباره فیلم میگیرم. هر دفعه که این ویدیو رو گرفتم و رفتم نشستم پای ادیت، دیدم که اون واقعی بودن رو نداره، یه المانیه که من دنبالشم و توی این ویدیو نمیبینم. برای همین هر دفعه که میرسید به ادیت میگفتم نمیخواد، فردا دوباره میگیرم. برای همین رسید به امروز. اون ویدیوهای قبلی هم یا اینطوری بود که وای ما دوباره برگشتیم، 8 ماه نبودیم، ایول قهر کلی اشغال با هم دیگه بکنیم، یا اینکه در مورد این بود که تو این 8 ماهی که نبودیم چه بر ما گذشت، که اونم شاید خودم زیاد راحت نبودم در موردش صحبت بکنم. برای همین یه چیزی بین واقعی و غیر واقعی می بود. با مشاورم که صحبت کردم بهم گفتش که شاید اصلا نیاز نداره که در مورد چند ماهی که نبودی صحبت بکنی، شاید بذاریم توی همین ولاگایی که قراره در آینده بیاد موضوعات کوچیک ولاگمون بشه، در موردش صحبت بکنیم با هم دیگه و شاید اون راه بهتری باشه برای انتقال این پیامی که داره. کاری که دوست دارم بکنم اینه که یه ذره در مورد برنامه‌های آینده‌ام دوست دارم صحبت بکنم، ولی قبل از اون بریم در مورد هفته‌ای که گذشت یه ذره صحبت بکنیم، کارهایی که انجام دادیم. میتونم بگم کار خیرخواهانه کردیم یا شوافه. یه ذره سعی کردیم توی این جامعه‌ای که داریم زندگی می‌کنیم مثبت باشیم. یه ذره موتور سواری کردیم، بذاریم بر اونور رفتیم، بریم ببینیم چی شد. خب لاگای ایمان که بدون صوتی نمیشه که. من موقعی که رسیدم پای ادیت دیدم که دوربینی که روی هلمتم هست رکورد نکرده، صداها رو ضبط نکرده. برای همین شما فقط منو میبینین که دارم میرم سمت اجمون ویلج. اینجا دارم توضیح میدم که اجمون ویلج یکی از بهترین مناطق نورث ونکووره. اگر من یه روزی پولدار بشم میخوام اینجا خونه بخرم. در مورد برنامه آینده‌مون میگیم. موتو ولاگینگمون 100% ادامه داره. من کامنتارم که میخونم یا مسیجایی که به من میزنین همه خواهان اون موتو ولاگا هستین که 100% ادامه داره. اگرم نمیدونستین تو وبسایت خودم که لینکش اینجاست قبلا در موردش صحبت کرده بودم. یه دونه اسپانسر گرفتیم برای موتو ولاگامون به نام CNC Racing که قراره سری پارت ما بدن که ما تو طول زمان داره عوض می‌کنیم. حالا در مورد اون پارت‌ها صحبت می‌کنیم ببینیم چه جوریه، چون که تمام مسیجایی هم که میگیرم استیتمنت بولدی، تمام مسیجایی که میگیرم، بعضی از مسیجایی که میگیرم در مورد موتوولاگ میپرسن، میگن ادامه داره، چرا دیگه این کارو انجام نمیدی. ببین یه مشکلی که داره اینه که هوای ونکوور معمولا بارونیه و موتوریم که من دارم شاید زیاد برای بارون ساخته نشده، یا اینکه خودم میترسم از روندن توی بارون، چون یه لحظه است دیگه. من قبلا در مورد اهدای خون هم توی خودی از فرق کنم توی استوریای خودم گهگداری صحبت کردم، ولی خب هیچ وقت در مورد اینکه پروسش چجوری است و در واقع مردم توی کانادا این کار رو چجوری انجام میدن و چقدر هر چند ماه این کار رو میکنن هیچ وقت نگفتم. برای همین امروز میخوام برم سعی کنم ببینم که میذارن اصلا من ویدیویی بگیرم یا نه. معمولا مشکلات پرایوسی پیش میاد توی اینجور جاها توی کانادا، به خاطر اینکه آدما ممکنه به خاطر حالا مشکلات سلامتی که دارن میان این کار رو انجام میدن. فعلا که دیرمون شده، اصلا نمیدونم برسم یا نه. برو عجله که میکنی همین میشین، یه سری کاراتو نمیتونی مثل انسان انجام بدی. این بنده همینجوری
اسلاف راوند میکنه، میخوره به کلا، صدا میده. کارت همو نیاورد، مثلا کارت شناسایی هیچی با خودم نیاوردم. اینه چه بده. امیدوارم که از من کارچناسایی نخواد، که اگه بخواد خیلی وقت خیلی میشم. اوی چقدر، آی خدا، اینه که بده. من اجازه ندارم که بخوام رپورت کنم، حالا رفته بپرسیم. این هست که بعده. نه رو پاو نه رو پاو You can open your hand and just relax there. Excellent. Very bad though. Yeah. Great. Okay. I'm just gonna cover that now. Perfect. Let me know if this cup feels tight to you. No, it's fine. Yeah. Okay. همینطور که قبلا توضیح دادم، نذاشتن پروسه اهدای خون رو فیلم بگیرم درست. هرچی گرفتم روی موبایلمه و نذاشتن صداها رو هم درست ثبت بکنم. بعضی هم که تمام میشه میان اینجا آب میوه میدن، پرتقال داندان دارن، تمامشون تمیزه، از اینا بهمون میدن اگه بخواهم. من آب پرتقال رو برداشتم ولی اون پشت دارم میرم بهتون نشون میدم. خیلی زیبا کرده. الان شاید دو سه دقیقه آینده فقط من میبینی که دارم میخورم، مثل تمام ویدیوهای کما. همونجور که تا الان دیدیم اهدای خونم زیاد کار خاصی نداره. اولش که وارد میشین یه سری سوالات جنرال در مورد سلامتتون ازتون میپرسن، بعد آهن خونتون رو اندازه میگیرن و مطمئن میشن که شما آماده برای اهدای خون هستین و اگر همه اینا مثبت باشه میرید و خیلی راحت توی 5 تا 10 دقیقه خون ازتون میگیرن و میافتین به کره خوری بعدش. امروز فردای دیروزه. جواد خیابانی، ببین من داشتم پادکست رو ادیت میکردم، دیدم که در مورد برنامه های آینده که داشتم صحبت میکردم در مورد پادکست خسته نباشید هیچی نگفتم. بذار اینتروشو اول ببینیم بعد دوباره برگردیم. خسته نباشید، من سعیم که تو این پادکست یه دری رو باز بکنم یا یه دیدگاه دیگه رو معرفی بکنم نسبت به کسایی که شاید میشناسیمشون، سالها ویدیوهاشون دیدیم، آهنگاشون رو شنیدیم یا در فضای مجازی به هر حال باشون آشنا شدیم. اپیزودام یه سری کارهای پشت صحنه داره که داریم انجامش میدیم و قراره که تو همین کانال اپیزودا پخش بشه. احتمالاً یکی دو هفته دیگه این اتفاق بیفته. یه معذرت خواهیم بکنم اگر که این ولاگی که الان دیدید اون کوالیتی که مد نظر شما و من هست رو نداره. بعضی موقع که خیلی از این حالا تولید محتوا دور میمونیم، خارجی‌ها بهش میگن کامرا شای میشه طرف، یه ذره جلوی دوربین شاید خجالتی میشه، اون حرفایی که میخواد بزنه رو نمیتونه درست بیان بکنه و به مرور زمان بهتر میشه. مطمئنم که اتفاق میفته، مطمئنم که تو طول زمان بهتر میشه. ولاگامون هر هفته میتونه یه رنگ و لعاب دیگه‌ای به خودش بگیره، جای خودش رو پیدا بکنه. دم تک تکتون گرم که تو این مدتی که 8 ماهی که من نبودم مسیج زدین، سابسکرایب کردین، کامنت گذاشتین، پیگیر بودین. این پیگیر بودنه نه تنها برای من ارزش داره، بلکه برای تمام آدمایی که مورد این لطف قرار میگیرن حتی اگر به زبون نیارن ارزش داره. دم تک تکتون گرم. تا ولاگ بعدی، فعلا خدافظ.